سلام و امید و حالتون خوب باشه. من آمان هستم، خیلی خوش اومدین به ریاکشنز. آقا بالاخره این موزیک جنجالی منتشر شد. این ویدیو قراره که بریم موزیک هی از مهراد جم گوش کنیم و بهش ریاکشن نشون بدیم. آقا خیلی جنجال داشت، خیلی درامای عجیب غریبی پیش اومد سر کلن حتی رفتن مهراد از ایران، که خیلی همون حالا ناراحت هم شدیم از رفتنش. کاش که میتونست بمونه تو ایران و همینجوری ادامه بده. و اینکه کپی برداری که حالا خیلی از مردم بهش اشاره کردن که علی حسینی از مهراد کپی کرد و خیلی چیزای دیگه که این مدت پیش اومد، گفتم قبل از اینکه بریم رو حالا موزیک و ریاکشن رو نشون بدیم، حالا گفتم با هم دیگه بررسی هم کنیم این قضیه و این دراما رو، ببینیم واقعا حق با کیه و حالا قضاوتش آخر من میذارم به شما. من نمیخوام بچه هیچ طرفداری از هیچ کسی بکنم و واقعا برای هر دو طرف خیلی احترام قائلم و بیرون از این فضا قطع عمل اگه یه نفر بخوام انتخابم بکنم اون مهراد جمه، چون بالاخره خیلی از ما باش خاطره داریم و خفن‌تر از بقیه بچه‌ها. این یقینه که خود بچه‌های داخلی هم میدونن، این اصلا نمیشه منکرش شد به هر حال. ولی اینجا میخوام خیلی منصفانه، یعنی با عدالت کامل من حالا نظر بدم و قضاوتشو بذارم به عهده خودتون. خب داستان از کجا شروع شد؟ مهراد جم اومد یه لایوی گذاشت برای ترک جدیدش که حالا من ویدیوشو برای شما میذارم کامل، یه لحظه نگاه کنید. شادرم سرده رفتنی که برنمی گرده، دور میشم از این چند روزی با این که هنوزم برم تنگه، رفت و برم کرده مونده فقط دردش، تو که میذاری میری خودت هم بشین فکر کن به بعدش. تو چجوری تو نسی، چجوری تو خوابت میره که هنوز بیدارم، عکس تو دورم چیدم خیره به دردی بارم، قلبمو کی پس میده آخه این نبود جوابم. خب بچه‌ها همینطور که دیدین این لایو رو خیلی وقت پیش حالا مهراد جم گذاشته بود، حالا این ویدیوش هم بچه‌ها من از پیج خود دنیا جم وقت گرفتم. تو این ویدیو مهراد اومد یه قسمت از حالا موزیک جدیدش که همین هیم هستش خون. حالا چرا من از این ویدیو استفاده کنم؟ از اونجایی که خیلی از شما زوم بودین که آقا از تیکه دومش که چجوری تو خوابت میره من که هنوز بیدارم، اینو گفتین که علی حسینی از خود مهراد جم اسکی رفته و خیلی روش زوم بودین. آقا من کاری ندارم، ما اصلا میگیم فرض برای این علی حسینی ازش کپی کرده. من اول میخوام مثلا بگم طرف شما بچهای مهرادی میخوام بگیرم، میگم مثلا آقای حسینی کپی کرده که کارش خیلی اشتباه بود، این قطعا بدون هیچ انکاریه و کارش اشتباه است، اصلا نباید آدم همچی کاری انجام بده، حالا هر درامی که بپوچین اومده. ولی میخوام یه نکته رو به شما بگم، حالا یه نکته که هستش من اینجا باید اینو بگم که خب قطعا مهراد خیلی طرفدار داره، خیلی فن پیج داره، اونایی که فن پیجش هستن خیلی خب قطعا احساسی رفتار میکنن. اگر منم یه فن پیج بودم قطعا وقتی که یه اتفاقی در مورد خواننده مورد علاقم بیفته طرفشو میگیرم. حتی اگر مثلا بگم مهراد جم از فلانی کپی کرده، باز دوباره فهم بچین قطعا از مهراد حمایت میکنم، من تا یه جایی بهشون حق میدم، خب بالاخره طرفدارم. اما بچه‌ها میخوام یه بارم که شده احساساتو بذاریم کنار و منطقی با هم دیگه بررسی کنیم. اگر حالا بازم تو این بررسی که حالا قراره ببینین اگر من جای اشتباه کنم حتما تو کامنت ها بگی، من ناراحت نمیشم و خوشحال میشم یه چیزی از شما یاد بگیرم. فقط نقد با ادب و احترام باشه، این نقد درسته، نه اینکه فحش بدیم به هم دیگه. نکته که هستش فرض بر این میگیریم که حالا یه زمانی مهراد جم تو ایران بود و قطعا تمامی این بچه ها با هم دیگه در ارتباط بودن، به قول معروف یه نونقرضی بین هم داشتن و من میخوام این احتمال بگیرم که خب این ترانه شاید مثلا میگم بچه‌ها خود حتی مهراد اینو نوشته داده باشه مثلا به مهریار یا علی حسینی، یا شاید هم مهریار نوشته داده به نمیدونم مهراد جم یا داده به علی حسینی، کلا یه نونقرضی این وسط بوده. این چیزی که خب قطعا چیز طبیعیه و همه بچه‌هایی که توی یه تیم هستن همیشه این کارا رو انجام میدن. حالا ما کامل تو بطن کار نیستیم که خبر داشت داخلشون چی میگذره، ولی خب ما میخوام این فرض هم در نظر بگیریم که همچین اتفاقی افتاده، یه نونقرضی این وسط بوده. حالا بچه خودتون هم اگه دیده باشه، خود فرزان حسن ود هم یه ویدیو گذاشته بود تو پیجش، که آقا مثلا این موزیک برای مهریار بود و کلا قرار بود مهریار بخونه ولی دادن به علی حسینی. یعنی اینجا هم شما بچه‌ها در نظر بگیرین که شاید این موزیک واقعا برای مهریار بود و مهریار داده باشه به علی حسینی. حالا اون وسط شاید مثلا میگم مهراد جم تو ایران بود، تهران بود و از این شعر خبر داشت و خیلی راحت بهش دسترسی داشت، میتونست حالا وقتی که از ایران رفته اون شعر رو بیاد استفاده کنه تو موزیکش. من میخوام اینم در نظر بگیرین، شاید مهراد جم از شهرتش سوء استفاده کرده باشه، با اینکه براش خیلی خیلی احترام قائلم. حالا شاید مهراد جم میخواست این وسط به خاطر اینکه این اتفاقاتی که واسه افتاد، کم لطفیایی که بهش شد، یه جورایی تلافی کنه، اومده این کار رو انجام داد و از حالا ترکی که شاید برای مهریار بود
سوء استفاده کرده باشه. اینم بچه ها میتونیم در نظر بگیریم. بازم میگم من اصلا نمیخوام کسی رو متهم کنم و فقط میخوام منطقی خودمون با هم دیگه اینو بررسی کنیم، احتمالات رو بدیم ببینیم کدومش میتونه، و میخوام یه جوری با هم دیگه خودمون بررسیش کنیم که ببینیم واقعا حق با کیه، با اینکه خیلی پیچیده شده. اگر واقعا مهراد جم این کارو انجام داده باشه، یعنی بخواد از شهرتش، از محبوبیتش، از فن پیجای زیاد، طرفدار زیاد سوء استفاده کرده باشه برای تلافی به بچهای تیم جهانی، من میگم تا یه جای حق داشت تا یه جای حق نداشت. چرا؟ بالاخره مهراد جم توانایی خیلی زیادی داره. خودش توی لایف فکر کنم با امین فردین بود که گفتش آقا من مثلا شاید 10% منو تازه دیده باشین. خب کسی که انقدر میتونه استعداد داشته باشه، خودش هم میگه ما هم قبول داریم استعداد داره، فکر نمیکنم نیاز داشته باشه بیاد مثلا برای تلافی کردن از یه ترک، حالا کسی که حالا خودش فامیلش هم هستش، سوء استفاده کنه بیاد این کارو انجام بده. خود مهراد میتونست بیاد یه ترک خیلی خفن درست کنه و برای همیشه برونده رو ببنده و حتی کاری کنه که بچه‌ای که داخلی بودن میگن ای وای چرا مهراد ما نتونستیم نگه داشته باشیم، اگه این ترکش تو ایران بود ما خیلی میتونستیم پول خوبی ازش در بیاریم. یعنی میگم این اتفاقا میتونست بیفته، یعنی خیلی راحت میتونست با یه موزیک خیلی خفن جواب بچه‌های داخلی رو بده و برونده رو ببنده و خیال همه رو راحت کنه. به هر حال بچه‌ها من میخوام شما این چند تا مورد در نظر بگیرین. البته اینم با در نظر بگیریم که چرا اگه مثلا میگیم 1% علی حسینی از حالا مهراد جم کپی برداری کرده، چرا مهراد هیچ واکنشی نداد و خیلی راحت میتونه یه واکنشی نشون بده کل مردم مطلع کنه از حقیقت. و اینم یه ذره جای تعجب داره که قشنگ مشخص نیست، شفاف نیست آیا واقعا داستان چی، حق با کیه. اینم یه ذره احساس میکنم مهراد هم لطفی کرد که ای کاش یه واکنشی نشون میداد ما رو قشنگ مطلع میکرد از قضیه، که یه ذره اگه 1% من دارم اشتباه میکنم قضیه روشن‌تر باشه حداقل. به هر حال بچا اگه هر دو طرف هر کدوم که سوء استفاده کرده باشن کار خوبی نیست، چه آقای حسینی سوء استفاده کرده باشه کار خوبی نیست، چه مهراد جم که خیلی بدتر میشه، چون بالاخره وجه اجتماعی خیلی بهتری داره، معروف‌تر از علی حسینی، شناخته شده تر است. اگه یه آدمی مثل اون بیاد این کارو انجام بده میگن چقدر آدم چیپی بود، بس آدم حرفه‌ای نبود. و آدم بالاخره از آدمای مثل مهراد جم یا بقیه خواننده‌ای که خیلی شناخته شده هستن تو این جور شرایط دوست داره که حرفه‌ای‌تر برخورد کنن، نه اینکه احساساتی برخورد کنن. و حالا دیگه میگم قضاوتش حالا با خودتونه. اگر بچه بازم فکر میکنی من جایی رو اشتباه گفتم، جایی نکته از همون افتاد، میگم تو کامنت ها با کمال احترام ادب بهم بگین. اگه حالا چه طرفدارای علی حسینی چه طرفدارای مهراد جم رو ناراحت کردم تو کامنت ها بهم بگی، من بدونم که اگر واقعا اشتباهی کرده باشم. و اگرم ثابت شد من اشتباه کردم حتما یه ویدیو مخصوص بچهای حالا مهراد جم یا علی حسین، هر دو طرف که بهشون حالا کم داده شده، من درست میگم که از دلشون در بیارم. بالاخره دوست ندارم که هیچ از من ناراحت بشه و قصدم از این ویدیو این نیست که بیام مچ یه نفره بگیرم. خودم خواستم به نوبه خودم یه جورایی این پرونده رو بتونم ببندم که دیگه بیشتر از این دراما کش نیاد، چون بالاخره هر دو طرف ضرر میکنن و یه ذره خوب نیست. بالاخره مهراد رفته یه جای دنیا داره زندگیشو میکنه، اتفاقای خوبی براش بیفته، علی حسین هم راه خودشو بره و کسی به کسی کاری نداشته باشه، همه تو مسیر خودشون پیشرفت کنن. ما هم استعداد هر دو طرف لذت داریم، هر دو طرف هم استعداد دارن، آرزوی موفقیت واسه هر دوشون دارم. حتی خیلی صحبت کردم عذرخواهی میکنم، بزنیم که موزیک گوش کنیم و از شنیدن صدای مهراد جم لذت ببرین. قبل از اینکه ویدیو شروع کنم حتما چند از وقت بذارین، کانال من سابسکرایب کنین، علما زنگ رو فعال کنین، اینم لایک کن و برو بریم. خب بچا اینم از کاور موزیک هی از مهراد جم. عجب تیپ خفنی زده، باحال سفید بهش میاد، خوشگله. بچه ها کلن این کار رو زارن زحمتشو کلن مهراد جم میگه من خودم کشیدم، تمام صفت و صف با خودش بود، دمش گرم. انقدر که با استعداد هر خواننده‌ای که صفت و صف کارا رو خودش انجام میده نشون دهنده استعدادش. حالا یکی مثل مهراد خیلی قویه که اصلا شکی درش نیست، یکی حالا مثلا فلان خواننده میبینی یه ذره پخته نیست و داره روز روز بهتر میشه. به هر حال فضای کاورش باحاله، لباس سفیدم پوشیده، حالا نمیدونم دلیل سفید پوشیدنش چیه. اون گوشم که لوگو آونگ رو زدن، کمپانی که الان باش فعالیت داره و خودشون میبینیم دیگه چیز خاصی نداره، جزء آنچنانی نیست. حالا شاید این لباس سفید پوشیدنش هم یه نکته داشته باشه، شاید تو موزیک حالا متوجه بشید. به هر حال بزن بریم که موزیک گوش کنیم. البته اینم بگم بچه من واقعا خیلی دلم واسه اون روزایی که مهراد جم موزیک میداد تیزر داشت واقعا تنگ شده، دوست دارم که حتما یه تیزر یا چه میدونم موزیک ویدیو ازش ببینیم. واقعا میگم خیلی من مهراد دوست دارم با همه این اتفاقات که افتاد. حتی اگر میگم اینجا اگه مثلا مقصر بگی مهرادم بود، با این حال من دوستش دارم، چون بالاخره یه سال همه ما باش خاطر سازی کردیم و حالا این اتفاق دراما پیش اومد که کلا اصلا همه چی حالا همه ما رو خراب کرد متاسفانه. به هر حال بزن بریم که موزیک گوش کنیم. خیلی خوب اینتروی باحالی داره.
دیگه چی مثل سابق نمیشه، نه گفتی عاشق نمیشم، پس چی شد بگو عوض شدی تو، یه دفعه دلت تو ازم برید و رفتی با غریب. چقدر باحال شروع شد. بنشستی که تو شنیدم بهش دادی راحت دل تو، عدا از فارو تمه واسه من بود، برو بر نگرد که زدم سیک. مهراد فوش تو اصلا بعیده، واقعا انتظار نداشتم مهراد جان فوش بده، شخصش اصلا نمیخوره اینجوری باشه. اینجا تمه واسه من بود، برو بر نگرد که زدم سیک. حاجی من فکر میکنم تاثیرات رفاقت با تتلو شاید باشه، اصلا از مهراد بعید همچین کار انجام بده، شخصیتش خیلی بالاتر از این حرفات، جدی دارم میگم بدون هیچ چاپلوسی. هر کی جا من بود میرفت پیش تمون چند روز اول، تو ببین چی کار کردی با منی که نمیدونست چی عاشقیه. یه ذره بچه انگار حالا شاید فضای دیگه داشته باشه، برداشت من از این بعید نیم که هر کی جای من بود میرفت پیشت همون چند روز اول، نکنه داره به بچه‌های داخلی میگه. اینم در نظر بگیریم ها، اصلا گفتی از سنگ دلت، چا دلخور باشه، میدونم تنگ دلت، سالا برو راحت باش، اونی که میخواستت کرده وله. اوه چقدر باحال، چقدر لمس. اینجا بود که بچه تو لایوش خونده بود، بذار ببینیم واقعا کپی کرده، یعنی اون قسمتی که بچه ها میگفتن ببینیم داخل این ترک آورده مهراد یا نه. سرده رفتنی که بر نمی کرده، دور میشم ازت چند روزی، با این کن و زم دلم تنگه. اوکی تا اینجا اوکیه، رفت و ولم کردش، مونده فقط دردش، تو که میذاری میری خودت هم بشین فکر کن به بعده. بچه ها هیچی از اون قسمت ما نمیبینیم، بلد از اینجا جلوتر بریم. چقدر دلم سرده، رفتنی که بر نمیگرده، دور میشم ازت چند روزی، با این که هنوزم دلم تنگه. آها خدایش انصاف به خرج بدین، چرا نیست از اون تیکه. الان خودتون واقعا منطقی حساب کنید، اگه واقعا علی حسینی این اشتباه رو کرده، کپی کرده، خب چرا الان مهراد نذاشت اینجا؟ عجب چیزو پیچیده شد واقعا، من نمیدونم، به خدا خودتون قضاوت کنیم، من اون اول هم اون همه توضیح دادم، الان هم اینجوری نمیدونم، اصلا یه چیز عجیب غریب شد واقعا، قضاوت میذارم با خودتون واقعا. اگه مهراد واقعا میگم تو احساس میکنی خودت کپی کردی کارت اشتباه، اگه نه علی حسینی کپی کرده پس داری کم لطفی میکنی، مشخص نمیکنی دیگه، یعنی یه جوری این وسط بوداره، یه کاسه زیر نیم کاسه است، مشخص نیست چی، واقعا نمیدونم چی بگم، عجیب شد واقعا، عجیب شد. رفت و ولم کردش، مونده فقط دردش، تو که بذاری میری. صدای مهراد هم که عالیه، یعنی هیچ کماکاسی نداره، ولی من واقعا ناراحتم از این وضعیت، چرا باید اینجوری بشه؟ دم بشین فکر کن به بعدش. واقعا من مهراد خیلی دوست دارم، صداش خیلی خوبه. اوورتورش بچه خیلی قشنگه، میبینین گیتارم مهراد میزنه زارن، واقعا استعدادش خیلی خفنه. خیلی میری تو مخ جدید. اینجاش بود که تو اینستا خیلی وایرال شد برای کامیسون. من وحشی میشی میپری به من، بدجوری خوردم ازت، منی که چقدر با حس خونی یه تیکه رو، دمش گرم. یه عمری تو آج پریدم، جمع کن برو. اصلا احساس میکنم مهراد یه پوست اندازی کرده، مهراد جدید داریم میبینیم. الان سریع تر دیدمت، میگم ندیدم، انگاری چی نبوده بینمون، انگاری خواب بود الان پریدم، تو نبودی همدم. ولی بچه من هنوز گیر اون یه تیکه هم که خیلی حالا گفتن علی حسینی کپی کرده، الان چرا نذاشتیم مهراد تکلیف ما روشن کن داداش، به خدا. منم رفتم و ازم کندم، تو که نیستی همش بار دردم، دیگه نمیتونم برگردم. خیلی صداش بوده، یه خش خیلی خفن مامان داره. چقدر دلم سرده، رفتنی که بر نمیگرده، دور میشم ازت چند روز. خواهش میکنم اینجا ثابت کن که کپی شده، اگه واقعا حق با توه، خواهش میکنم ما رو تو حالت برزخ نذار. با این که هنوزم دلم تنگه، رفت و ولم کردش،
مونده فقط دردش. تو که میذاری میری خودت هم بشین فکر کن به بعدش. بازم نگفت که داداش واقعا سختش کردیم من چجوری این ویدیو رو آپلود کنم. چقدر دلم سرده رفتنی که بر نمیگرده. تو میشم ازت چند روزی با این که نوزم دلم تنگه. رفت و ولم کرده مونده فقط دردش. تو که میذاری میری خودت هم بشین فکر کن به بعدش. خدایش موزیش که قفن بود. دمشکم موزیک قفن بود ولی اون درامای هنوز پروندش باز مونده با این قضایی ها و من موندم چیکار کنم. گیتارم خودش میزنم واقعا گیتاریست خوبیه با استعداد. دمشکم باله. دمتون گرم. مرسی که تا اینجا همراه بودین. واقعا ببخشید که تو اینترو انقدر من پر حرفی کردم. حالا امیدوارم واقعا اگه انصاف داشتین تا آخر این ویدیو دیده باشین و واقعا بچه‌ها الان خودتون خدایش حتی اگه فن پیج مهرادی انصاف به خرج بدین الان مهراد هیچ قسمتی از اون ترک که خیلی همه حالا حتی خود منم گفتم که اگه حالا مثلا علی حسینی کپی کرده کار اشتباهیه استفاده نکرد و واقعا یه جوری ما رو حالت برزخ گذاشت. الان من واقعا نمیدونم چی بگم به خدا. یعنی واقعا اگه کپی کرده خب چرا استفاده نکردی؟ حداقل بزنی تو دهنشون بگی آقای موزیک برام منم استفاده کردم ازش. ولی استفاده نکردی داداش. نمیدونم به خودم عجیبه. خیلی فضای بدی شده و اصلا نمیدونم چی بگم. چه درامه عجیب غریبی شد. واقعا بده. نمیدونم. اگه واقعا کپی کرده باید میذاش. نذاشی الان پس یه جورایی خودت یه اشتباهی کردی دیگه مهراد جان. واقعا با اینکه خیلی دوستت دارم ولی ناراحتم از این قضايا. حالا بچه من نمیدونم چی بگم دیگه. بیشتر از اینکه بخوام صحبت کنم فقط شاید کسی رو دلخور کنم. اصلا قصد اینو ندارم واقعا کسی از دستم ناراحت بشه. بالاخره امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. برای حداقل این خواننده‌های جدیدی که مجموعه حالا حسینی جهانی دارن امیدوارم این اتفاقا نیفته و این دراما پیش نیاد و همهشون بدون مشکل برن جلو. اتفاقای خوبی بیفته. واقعا هم ناراحتم از وضعیت مهراد. کاش که تو ایران میتونست بمونه. اگر 1% هم بچهای جهانی اینو کم لطف کردن ای کاش که این کارو نمی‌کردن و میذاشتن مهراد بمونه و یه جوری مهراد حالا به قول معروف فراری هم اگه دادن این کارو نمی‌کردن. حیف شد. واقعا حیف شد. خیلی ناراحتم. بچه‌ها شما هم اگه فن پیجین تا جایی که میتونین یه ذره این دراما رو دیگه کش ندین و تمومش کنین بره. یعنی مثلا خودم ناراحت شدم با این قضیه و با این ویدیویی که گرفتم امروز و ولش کنین دیگه. اصلا دنبالگیری نکنیم و یه جورایی به قول معروف فقط به مهراد یا علی حسین هر دوشون انرژی مثبت بدیم که هر دو تو مسیر همدیگه برن جلو. دیگه مهراد که از ایران رفته، علی حسین هم که داره زندگی خودش میکنه، این وسط مهری هم که فامیل مهراده اونم داره زندگی خودش میکنه و بذارین هر دوشون مسیر خودشون برن جلو و دیگه این دراما رو کش ندین شمایی که فن پیجین و فقط انرژی مثبت به خود خواننده بدین و هر صداشون موفق برن جلو. از شنیدن صدای هر صداشون به خصوص میگم مهراد، مهریار، علی حسینی به ترتیب از اول مهراد رو گفتم لذت ببریم و کیف کنیم. دمتون گرم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. در واقع از میخوام که حتما چند وقت بذارین کانال من سابسکرایب کنین، علامه زنگ رو فعال کنین، اینم لایک کن و تو کامنت نظرات برام بنویس. بچه این ویدیو چون انقدر حساس و خیلی به قول معروف نگاه حتما زوم زیاد دروش میشه خواهشن اگه جای فکر کردیم من بازم میگم اشتباهی کردم لطفا با ادب و احترام به من بگیم. من مخلص شما هستم. خیلی خوشحال میشم از شما چیزی رو یاد بگیرم. اگر اشتباهی هم کرده باشم میپذیرمش و برای جبرانش حتما براتون یه ویدیو اختصاصی برای بچه‌های مهراد جم یا بقیه بچه‌ای که اسم بالا ازشون بردیم و ناراحتشون کردیم من ویدیو میگیرم و عدلشون در میام. دوست ندارم کسی از من دلخور باشه. به هر حال از موضوع قبلی مهراد جم بقیه خواننده دوستان که من بهش ریاکشن نشوندم تو کامنت برام بنویسین. کامنت انگلیسی هم بذارین. کانال رو ساب داشته باشین. تا یه ویدیو دیگه خدافظ.